از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر علیزاده، درود بر شما. آی دکتر، تحلیل شما از آنچه در بریتانیا بر علیه مسلمانان توسط راست افراطی در جریان است چیه؟ و آینده مسلمانان را در بریتانیا با توجه به آنچه که امروز در حال وقوع است چگونه پیش بینی میکنید؟ بفرمایید. خب دو بخش داشت پرسش شما. یکی این که جریان راست افراطی چه میگوید، چه میکند، و دوم که در آینده برای جمعیت مسلمانان انگلستان چه اتفاق افتاده در خصوص راست افراطی. ببینید، اول باید این توضیح رو بدم که راست افراطی یک جریانی است که در گوشه گوشه ایال امریکا، قاره اروپاش فعال هستند. مثلا خانم لوپن در فرانسه همین نگاه رو داره، در لهستان، در بسیاری کشورهای اروپایی راست افراطی به دنبال این هستن که مهاجرها رو بیرون بریزن، اهم از مسلمان و غیر مسلمان. منتها به دلیل اینکه جمعیت مسلمان ها که از خاورمیانه، بیشترشون از خاورمیانه و ایران و افغانستان و سوریه و اینها آمدن، جمعیت بسیار زیادی است. بحران خاورمیانه همینطور پمپاژ میکنه مهاجران به داخل کشورهای اروپایی، به ویژه مسئله مسلمان ها برجسته شده. شما یادتون هستش که قرآن سوزی انجام شده، شما یادتون هستش که به مساجد مسلمان ها حمله شده، از جمله اینکه درخواست دارن که مانع وارد شدن مهاجران مسلمان باشن. در امریکا هم یادتون باشه ترامپ مازلم بند رو به اجرا گذاشت. پس این جریانی هستش نه فقط در بریتانیا، بلکه در سراسر اروپا و حتی در امریکا هم این جریان خیلی قوت پیدا کرده، صدا پیدا کرده. نکته دوم این هستش که بریتانیا نشان داده که مانند یک ولکینو، مثل یک آتش فشان هستش که یک دفعه در اثر یک حادثه، همون کشته شدن سه کودک، یه دفعه ببینید الان 3-4 روز کشور ملتهب شده بوده، 7-8 شهر مهم در التهاب شدید به سر میبرن و ادامه هم خواهد داشت. پس اینکه دولت بریتانیا هم کاملا سوار باشه بر مسئله و بتوانه کنترل کنه بعید هستش. اما قسمت پایانی پرسشتون این بود که خب وضعیت مسلمان ها در اینجا چگونه خواهد بود. کافیست که شما به کشور انگلستان سفر کنید، خواهید دید که در اینجا مراکز اسلامی مسلمان ها یا ایام مثلا وفیات و اینها خیلی پررنگ هستند. حتی برای مسئله غزه، راهپیمایی هایی که در اینجا انجام شده بود، واقعا جمعیت چشمگیری آمده بودند در دفاع از فلسطین. حالا نمیخوام بگم همشون مسلمان بودند، ولی معلوم بودش که این ابتکار به دست مسلمان ها نه انجام شده. من به فکر میکنم که دو نقطه قوت وجود داره. یکی این که دستگاه حاکمه در بریتانیا اساساً این گونه تفکر راست افراطی رو بر نمیتابد، این خیلی نکته مهمیه. و نکته دوم این که جامعه مسلمانان در اینجا یک جامعه ریشه دوانده است، مال امسال و 2 سال و 10 سال و نمیدونم 20 سال نیستش، اینا ریشه دوانده هستن از دوران هند انگلستان، اینها به اینجا آمدند و ریشه دواندند. و دیدید دیگه، بسیاری از سیاست ورزان، شهردار پایتخت و خیلی هاشون اصلا مسلمان هستن، مثل صادق خان. از این جهت گرچه تلخ هست صحنه هایی که نشیده، حملاتی که مثلا به مراکز مسلمان ها شده، ولی به نظرم طوری نیستش که بتوانند آسیب بسیار جدی در به سراپرده حضور گروه های مسلمان ها در بریتانیا بزنند. همینطوره، بله. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.